درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. گزارش ها حاکی از بازداشت دست کم 20 تن در مناطق کردنشین ایران در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی است. یک فعال سیاسی کرد مقیم اقلیم کردستان به نهادهای امنیتی ایران تحویل داده شد. تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید نیروهای اسرائیلی از جنین عقب نشینی کردند. یک سناتور آمریکایی جزئیات تازه‌ای را از توطئه جمهوری اسلامی برای قتل ترامپ، بایدن و هیلی منتشر کرد. یک زن آمریکایی ترک در اعتراضات ضد شهرک‌سازی در کرانه باختری کشته شد. دونالد ترامپ و کامالا هاریس برای انجام اولین مناظره در سه‌شنبه آینده آماده می‌شوند. ترامپ وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات یک کمیسیون برای بهبود کارایی دولت ایجاد می‌کند که ریاست آن بر عهده ایلان ماسک خواهد بود. و گرم‌ترین تابستان جهان در سال جاری ثبت شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه ششم سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 16 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی. در آستانه فرارسیدن دومی سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، چندین تن از شهروندان مناطق کردنشین غرب ایران و اعضای خانواده های دادخواه در روزهای اخیر به وسیله ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. گزارش های اولیه حاکی از بازداشت دست کم 20 شهروند است. به گزارش منابع حقوق بشری 4 تن از اهالی پیرانشهر و روستاهای آن و اسامی واحد ابوبکری، علی حسین پور، سلیمان چوپانی و سعدون شریفی در 2 روز گذشته بازداشت شدند. سازمان حقوق بشری هنگاه گزارش داده که ماموران حکومتی با توسل به خشونت و ضرب و شتم و ارعاب آنها را بازداشت کردند. از سوی دیگر 8 شهروند کرد از اهالی مناطق مختلف مهاباد و اشنویه، از جمله 2 تن از اعضای خانواده های دادخواه، از ابتدای هفته جاری تا کنون بازداشت شدند. شبکه حقوق بشر کردستان و هنگاه اسامی بازداشت شدگان را زامیار ابوبکری و سیاوش سلطانیاز، از اعضای خانواده های دادخواه در مهاباد امید احمد نژاد، عادل کاکه، دیاکو عزیزی، لقمان زنگی، سیامند زنگی و ارسلان سهرابی زندانی سیاسی پیشین ذکر کردند. درباره دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد هیچ خبری منتشر نشده است. در ادامه ابراز ناخشنودی از طرف مقامات جمهوری اسلامی از حمایت روسیه از گشایش دالان زنگزور، وزیر خارجه ایران به طور غیر مستقیم به این کشور هشدار داد. عباس راقچی روز پنجشنبه در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هر تهدیدی علیه تمامیت ارضی همسایگان ما با یا ترسیم دوباره مرزها، چه در شمال باشد، چه در جنوب، چه در شرق و چه در غرب، کاملا غیر قابل قبول است و برای ایران خط قرمز به شمار می رود. رسانه ها در ایران پیام عباس عراقچی را در ارتباط با تاکید روسیه در راستای همراهی با آذربایجان و ترکیه در زمینه گشایش کریدور زنگزور تفسیر کردند. پیام وزیر خارجه ایران ساعتی بعد از دیدار سفیر ایران در مسکو با مشاور سیاسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه منتشر شده است. حضور میثم مطیعی در تایلند همزمان با مراسم تبلیغات حکومتی پیاده روی 40 و انتشار ویدیو از مداحیش در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده و واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. میثم مطیعی مداح و مرثیه‌خوان دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که 10 شهریور ماه به بانکوک رفت تا به گفته ی رسانه‌های حکومتی در برنامه‌ها و نشست‌های شیعه از جمله عزاداری‌های مربوط به 40 سالگرد درگذشت پیامبر اسلام در تایلند شرکت کند. سفر میثم مطیعی به تایلند که به عنوان مقصد گردشگری تفریحی برخی ایرانیان مشهور است، واکنش‌هایی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته و دستمایه طنز شده است. از جمله علی کریمی، چهره محبوب فوتبال ایران و از مخالفان جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس
به سفر مداح علی خامنه ای به تایلند همزمان با عزاداری های روزهای آخر ماه سفر اشاره کرده و با عبارت سینه رو سنگین تر بزن ارزشی به این سفر واکنش نشان داده است. دو تن از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران خبر دادند که یکی از اعضای بازداشت شده این حزب در اقلیم کردستان عراق به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحویل داده شده است. این دو تن که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که بهزاد خسروی از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران که مقیم سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق بود، حدود یک هفته پیش توسط نیروهای امنیتی اقلیم دستگیر شد. به گفته آنها خسروی در بازداشتگاه تحت شکنجه قرار داشت. به گفته این دو منبع، بهزاد خسروی 3 روز پیش بدون اینکه به حزب اطلاعی از دلیل بازداشت و اقدامات بعدی داده شود، تحویل نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران داده شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که اسرائیل و حماس باید به راه حلی برای مسائل باقی مانده دست یابند تا توافق آتش بس در غزه منعقد شود. بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی در هایتی گفت که حدود 90% از توافق آتش بس در غزه مورد توافق قرار گرفته، اما مسائل بسیار مهمی از جمله موضوع محور فیلادلفیا در انتهای جنوبی نوار غزه در مرز با مصر وجود دارد که هنوز بلا تکلیف مانده است. بلینکن تصریح کرد که در مورد نحوه مبادله اسرای اسرائیلی با زندانیان فلسطینی هم اختلافاتی وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا افزود: به پیش بینی من، ایده های خود را تا روزهای آینده به اسرائیل و حماس در خصوص کیفیت حل و فصل امور انتقال می دهیم و وظیفه هر دو طرف است که در مورد مسائل باقی مانده به توافق برسند. بینندگان عشمان، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. خبرگزاری وفا متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه 16 شهریور ماه در گزارشی از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از شهر جنین در کرانه باختری و اردوگاه آوارگان این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت بهداشت فلسطین، 21 تن در شهر جنین و اردوگاه پناهندگان در پی عملیات 10 روزه نیروهای اسرائیلی کشته شدند. رویترز همچنین به نقل از شخصی که شاهد عینی نامید، نوشت که نیروهای اسرائیلی خسارت گسترده‌ای به زیرساخت‌ها وارد کردند. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه‌ای در فیسبوک، اسرائیل را به آنچه مدعی انتقال تخریب و ویرانی‌های وحشیانه خود از نوار غزه به کرانه باختری شد متهم کرد. در مقابل، ارتش اسرائیل روز جمعه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که تا امروز 14 تروریست از بین رفتند، بیش از 30 مظنون دستگیر شدند، حدود 30 ماده منفجره کار گذاشته شده در جاده‌ها خنثی شدند و 4 حمله هوایی در منطقه انجام شده است.
بر اساس این گزارش بسیاری از زیرساخت‌های تروریستی از جمله یک انبار زیرزمینی تسلیحات در زیر یک مسجد و یک آزمایشگاه مورد استفاده برای تولید مواد منفجره از بین برده شدند. ارتش اسرائیل همچنین اشاره کرد که وسام حازم فرمانده حماس در جنین را طی یک عملیات ضد تروریستی در شمال کرانه باختری کشته است. حازم مسئول و عامل تیراندازی و حملات بمب‌گذاری و فعالیت‌های تروریستی در کرانه باختری بوده است. چاک گراسلی، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، اسنادی از پلیس فدرال آمریکا FBI را منتشر کرده که نشان می‌دهد افراد مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به دنبال ترور شماری از شخصیت‌های برجسته سیاسی آمریکا در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی بودند. این اسناد که به گزارش فاکس نیوز از طریق اظهارات افشاگرانی که بر اساس قانون تحت محافظت قرار دارند در اختیار سناتور گراسلی قرار گرفته که نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی شماری از سیاستمداران و نظامیان آمریکایی از جمله جو بایدن رئیس جمهوری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و نامزد انتخابات پیشرو و همچنین نیک هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نشانه رفته است. سناتور گراسلی در بیانیه‌ای با فوق‌العاده بالا توصیف کردن این تهدید گفت عوامل تبهکار مصمم هستند که در کشور ما هرج و مرج ایجاد کنند و رهبران سیاسی آمریکا در هر دو حزب کاملا در تیررس آنها قرار دارند. یک تبعی پاکستان به نام آصف مرچان که با جمهوری اسلامی ارتباط دارد به دست داشتن در این طرح ترور متهم شده است. یک شهروند زن آمریکایی ترک که در تظاهرات اعتراضی به گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری شرکت کرده بود به دنبال شلیک به سرش جان خود را از دست داد. دو پزشک روز جمعه 16 شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس این خبر را تایید کردند. یکی از این دو پزشک بیمارستان در نابلس گفته است که این زن 26 ساله که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت بعد از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد. رئیس بیمارستان رافیدیا در نابلس هم مرگ این شهروند آمریکایی ترک را تایید کرد. مقامات اوکراین با اعلام پایان عملیات جستجو و نجات در ساختمانی که در پولتاوا در شرق این کشور هدف موشک‌های روسیه قرار گرفت شمار قربانیان را 55 کشته اعلام کردند. اوژانس اوکراین روز پنجشنبه تعداد زخمی های این حمله را که مرگبارترین حمله روسیه در سال جاری میلادی توصیف شده 328 تن اعلام کرد. همچنین به گفته فرماندار منطقه 27 تن از مجروحان در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز جمعه و در آغاز مذاکرات روز جمعه گروه تماس دفاعی اوکراین در آلمان از تایید کمک 250 میلیون دلاری بیشتر از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز آستین گفت ایالات متحده برای برآورده کردن نیازهای در حال تحول اوکراین قابلیت‌های بیشتری را با افزایش و سرعت به اوکراین تحویل خواهد داد. هانتر بایدن پسر رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی غافلگیر کننده به ارتکاب جرایم مالیاتی فدرال اعتراف کرد. هانتر بایدن روز پنجشنبه در جریان دادگاه فدرال که در لس آنجلس برگزار می‌شد گفت که تمامی 9 بقره اتهامی خود در این پرونده را می‌پذیرد. اتهامات او در این پرونده مربوط به عدم پرداخت 1.4 میلیون دلار مالیات در سال‌های 2016 تا 2019 می‌شود. بنا به اعلام قاضی مارک سکارسی، مجازات هانتر بایدن در این پرونده می‌تواند تا 17 سال زندان و 459 هزار دلار جریمه باشد. برنامه من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان حیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional.
He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. حدود 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، توجه محافل پیگیر امور این کشور به سه‌شنبه آینده، زمان برگزاری اولین مناظره دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه و کامالا هاریس نامزد دموکرات در فیلادلفیا معطوف شده است. این مناظره ساعت 9 بعد از ظهر به وقت شرقی، 11 به وقت گرینویچ، در مرکز ملی قانون اساسی در فیلادلفیا پنسیلوانیا از ایالت‌های نوسانی تعیین کننده در نتیجه انتخابات در کانال ABC برگزار خواهد شد. هاریس علاوه بر به خدمت گرفتن روحین کوستاوغلو مشاور برجسته، به کارندان مشاوری که مقدمات مناظره میان باراک اوباما در سال 2012 و هیلاری کلینتون در سال 2016 را رهبری کرد تکیه خواهد کرد. از سوی ترامپ 78 ساله هم تاکید کرده که همانند رویه‌اش در مواجهه با بایدن، با شرکت در مذاکرات در چارچوب کمپین و برگزاری جلساتی برای بحث‌های سیاسی به همراه گروهی از دستیاران خود را برای مناظره با هاریس آماده می‌کند. ترامپ در جریان مجمع دیدار با رای دهندگان در پنسیلوانیا که چهارشنبه توسط فاکس نیوز پخش شد، با متهم کردن کانال ABC نیوز به جانبداری، یکی از برجسته‌ترین گویندگان این کانال را نفرت‌انگیز توصیف کرد و مدعی شد که هاریس پیشاپیش سوالات مناظره را دریافت خواهد کرد. ABC نیوز همانند مناظره با ترامپ و بایدن، قوانین مناظره ترامپ و هاریس را منتشر کرد که طبق آن میکروفون خاص هر نامزد در زمانی که نامزد دیگر در حال صحبت است بسته خواهد بود. این کانال در بیانیه اعلام کرد که حضار در سالن حضور نخواهند داشت و هیچ موضوعی یا پرسشی پیشاپیش با کمپین ها یا نامزدها در میان گذاشته نخواهد شد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق برنامه‌نویسی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.